اما اینکه چرا مثلا یه محصی مثل فراموسه، اولا این هم جز مسئله مگوه، یعنی من با گفتن همین بهترین استفاده دشمن ازش میکنم. این جز دردهای ماست که حتی ما نمیفهم کی باید چه سوالی بپرسیم و کجا بپرسیم. اول من به سخنه گفتم، همین عزیز که پرسه حتی مشخص میشه که این جواب رو نشنیده. 4 سال پیش هم گفتم، همون موقع هم راضی نبودم بگم، خدا شاهده که چرا. اول اینو من به شما عرض میکنم که اونجا من گفتم یک فرد در امریکا جریان راه انداخت برای چی؟ یک تاثیرگذاری عمیق برای ایران و جهان اسلام. این فرد دیوید آرک یک جریان راه انداخت در مورد معرفی فراماسونی. تا قبلش اینجوری نبود، مثلا الکسیون یه سری کارا میکرد. خب سایت اینفو وارز چیه؟ بعد معروف هم هست بلا. و اونجا هم به تئوری توته میشناسنش. این اومد یه سری حقایق رو میگفت، اما از قبلش جای بدی میزد. مثلا میگفتش که بله یهود اینا رو راه انداخته، اون کابالا پشتشه، اما خود اون دین نیست. این هم بت پرستی مثلا مصر بود. مثلا مصری هم گفتن خدای آمون، این اومد در مسیحیت شد آمن، در اسلام شد چی؟ آمین. بنابر این بود با نشونه هم همه جذاب، مطالب کاملا چی؟ جذاب برای جذب. من این مسئله رو دیدم، یه بنده خدایی تو ایران داشت یه وبلاگی به اسم جنین اسلام داشت اینا رو همه رو ترجمه می‌کرد. خدا بیا متوجه نمازی رو، من کی میشناختش؟ حاج حمید نمازی. ایشون رو فرق ادیان کار می‌کرد. بعد خب هم دوست بودیم، روز گفت این داستان می‌دونی تو، چون من با من صهیونیست پژوه میشناخت، گفت نظرت چیه؟ من وبلاگ رو رصد کردم و باش تماس گرفتم با اون عزیزی که پیداش کردم و صحبت کردیم. بعد با هم رفتم پیش دکتر شفیع سرمستانی، دیدم نه پسر خوبیه اصلا. یعنی ما نگرانی اولیه‌مون این بود که این همون جریان دیوید آک تو ایرانه. بعد دیگه من گفتم که من خودم چون صهیونیسم رو میشناسم، اینو من خودم ورود پیدا می‌کنم، تبیینش می‌کنم. یک جای شما باید یک کاری بکنی قبل از اینکه دشمن کارو بکنه، چون دشمن میشه سورس. اینو می‌فهمید؟ وا میشه سورس، بی بی سی میشه سورس. وقتی بشه سورس او معرفی میکنه، او میشه منبع. کسی نمیتونه در مورد فراموسه به حرف من حرف بزنه. هرچی بشه من سراغ چی؟ من سراغ خودی. این یک. دو، اون جریان همونطور که عرض میکردم از طریق عبدالله هاشم پیگیری شد، گنده شد، بعد شد اون سریال هریوالز، گنده تر شد، جدی تر شد. بعد یوی آقای عبدالله هاشم اعلام کرد کینگ آف یوتیوب، لقب گرفت پادشاه یوتیوب، میلیونی چند ده میلیونی دانلود میشد. چیزی که به خواب شب هم نمیتونید ببینید شما مثلا کلیپی بسازید اونجور طولی. و جالب بود باش برخوردی هم صورت نمیدید. یه روز یه پیغام برای من فرستاد، تویی که تو ایران کلیپش رو دیدم 16 دقیقه روزه بنده حرف میزنه، تو ایران جریان رو انداخته. من باش ایمیل زدم تو کی فلان اینجور چیزا، بعد بیا به ما بپیوند. بیا دید شد، دید برنامهشون تو ایران سوخت. تو ایران هیچکی اونو سورس نمیدونه. بعد چی شد؟ بیا خود ایشون ایمان آورد به کی؟ به یک فردی به اسم احمد الحسن الیمانی که الان بیچاره کرده تو عراق داستان ساخته، تو قاهره مکتب قاهره را آقای عبدالله هاشم بنیان‌گذاری کرد. ببینید خوب، پس حالا که من مجبور کردید به اجرای بگم، پس خوب بگید و خوب پخشش کنید تو بفهمن یعنی چی. من دارم سورس میدم، کلیپ رو برای من ساخته فلان. بعد چون سخنرانی موعود من رو دیده بود اونجا، یا شفیع سرمستانی اسم من زد علی رفیعی. یه نفر رفته بهش گفته اینو میکشنش، این حرف رو داره میزنه، مثلا امنیت ما رو حفظ بکنه، زدن علی رفیعی. اونم میگه دکتر علی رفیعی. بعد اما خب سخنرانی من رو میذاره زیرنویس میکنه و فلان. حالا بگذر، خب یه فضایی رو به وجود آورد بسیار جذاب. تو همونجا هم عده متوجه نبودن که فراماسونری در واقع یک پیش قضا بود برای صرف قضای اصلی که چی بود؟ معنویات. من تو همون سخنرانی 8 سال پیشم از امام زمان میگفتم و با یک شیب نرم بدون که مخاطب پس بزنه از مباحث فراماسونری رو اومدیم تو چی؟ معنویات. رفتم خورشید پرستیدیم برادر. حالا تو چیلی با توش در بیاره که ابراهیم خورشید پرست چی شد؟ الان من 4 سال 5 سال دارم فراماسونری حرف زدم، تازه صدا و سیماتون داره فراماسونری کلیپ و پارسال داره مستند نشون میده، تازه دکترها به خودشون اومدن باید اینو تبیین بشه.
متوجه شد چی شد؟ الان مهدوی یعنی همون یک فرو به طاغوت و یؤمن بالله. یک جا برای من سخنرانیش 7-8 ساعت های بنده رو میاد که من شیطان پرستار در موضوع حرف زده باشم. یک جا بیاد اگه میتونید. نه من اگه میگفتم شیطان پرست، اسم تایتل جلسه میگفتم شیطان پرست، کیو نشون میدادن؟ بوش، بلر، درست یا نه؟ میگفتم شیطان پرست این بچه اینه که هیچ حالیش نیست موشا سیخ کرده. اون یارویی که از قضا خیلی خوشتیپ و های کلاس میچرخه ها، دم از حقوق بشر هم میزنه. این معلوم بود یه ده از این آدم ها حتی سخنرانی ها رو نگاه هم نکرده بودن حرف میزنن. چقدر الان جایگاه داره در مورد شیطان پرست. اخوی اسمش این بود توش در مورد امام زمان داشتن هم بذاریم. پزشک محترم.